در واکنش به آخوند قاضی بیدادگاه نمایشی رژیم که حتی هواداران مقاومت رو هم تهدید کرد که اگر در آکسیونی به دعوت سازمان مجاهدین شرکت کنند برگه یه قرمز اونها صادر شده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، این روزها شاهد انتشار بیانیه‌های مجامع مختلف ایرانیان آزاده در اروپا و آمریکا بودیم. در این رابطه همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر و مدیر بخش انفرماتیک دانشگاه کانزاس، همچنین عضو شورای ملی مقاومت ایران. در اینجا می‌خوایم در گفتگو با ایشون به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنیم به شما دکتر سعیدیان و خوش اومدید به گفتگوی این ساعت ما. سلام به شما خانم عباس‌زاده و سلام خدمت همه بینندگان محترم برنامه سیمای آزادی. خوشحالم که در خدمت ما هستم. خیلی ممنون از شما. آقای سعیدیان، این کاری که رژیم از طریق این آخوندک قاضی کرده که گفته کسانی رو که در میتینگ های مجاهدین شکنت کنند تهدید میکنه و خودش هم میدونه که البته این عملی نیست، میخوام ببینیم که چرا این کار رو کرده و رژیم درمانده هستش که سعی در محدود کردن تظاهرات ایرانیان در خارج از ایران داره، فکر میکنه که ایرانیان خارج از کشور رو با چنین جلوی آزادی اونها رو بگیره. اولا اینکه رژیم ایران هیچ گونه صلاحیتی خارج از ایران نداره، حاکمیت هر کشوری از جمله ایران محدود به مرزهای زمینی اون کشور، قانون بین الملل به وضوح بیان میکنه که یک دولت نمیتونه اقتدار قانونی و یا صلاحیت خودش رو فراتر از مرزهای خودش اعمال بکنه. در نتیجه تلاش رژیم ایران برای تحمیل تصمیمهای سرکوبگرانه خودش برای هموطنانمون در خارج از ایران ذاتاً یک تصمیم غیر قانونی و فاقد پایه قانون هستش. این در اصل یک تجاوز آشکار به اصول بین‌المللی و قوانین بین‌الملل هستش. دوم اینکه رژیم ایران نمیتونه از کشورهای دیگه بخواد یک کس رو به دلیل شرکت در تظاهرات استرداد کنه. استرداد یک روند قانونی هستش که چه توسط معاهدات بین‌المللی و توافقات دو جانبه تنظیم میشه و معمولا برای جرایم جدی مانند تروریسم و یا قاچاق مواد مخدره هستش. شرکت در یک تظاهرات به ویژه تظاهراتی که مطابق با قوانین کشور میزبان باشه جرم قابل استرداد نیستش. تهدید دادگاه خامنه‌ای برای درخواست این افراد صرفاً به دلیل مشارکت آنها در تظاهرات فاقد پایه قانون هستش و معیارهای استرداد در هیچ کشور دموکراتیکی را برآورده نمی‌کنه. سوم اینکه دولت‌ها به ویژه در غرب می‌دونن که افراد حق شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز را دارن. یک حق اساسی شهرونده هستش، حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان، حقوق اساسی بشر هستند که توسط اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حمایت میشن. چهارم اینکه کشورها به ویژه در غرب از نقض حقوق بشر در ایران آگاه هستند و در نتیجه هیچ راهی وجود نداره که آنها به درخواست رژیم بخوان همچین استردادهایی را انجام بدن. اینه که همطور که گفتم این یک تصمیم بود از رژیمی که واقعا از سر استحصال و برای محدود کردن هموطنانم در خارج از کشور همچنین به اصطلاح محکومیتی رو اعلام کرده. با تشکر از توضیحاتتون. ما البته دیدیم که هموطنانمون در خارج از کشور اشرف نشان‌ها نه تنها به این تهدیدها هیچ وقعی نذاشتن بلکه بیانیه‌هایی هم توسط مجامع ایرانی صادر شد. می‌خوام ببینم که هدف از این بیانیه‌ها چی است.
بله، هموطنان و انجمنهای ایرانی به شدت اقدام اخیر رژیم برای برگزاری و صدور احکام غیر قانونی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق را محکوم کردند و گفتند این تلاش ها که صرفا برای ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات مسالمت آمیز صورت میگیره نشون دهنده ضعف و درماندگی رژیم در مواجهه با اراده مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و برای سرنگونی رژیم هستش و تأکید کردند که رژیم ایران هیچ گونه حقانیتی در اعمال صلاحیت قضایی خارج از مرزهای خودش نداره و اینکه دولت ها باید درخواست های غیرقانونی و بی اساس رژیم رو محکوم بکنن. شرکت در تظاهرات حق بنیادین هستش که در همکارچه اشاره کردم در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و ما همه ایرانیان خارج از کشور بر این حق تأکید میکنیم، تأکید میورزیم. در اطلاعیه این هموطنان و انجمن ها تأکید شد که آنها اجازه نخواهند داد که رژیم ایران حقوقشون را در خارج از کشور محدود کنه و اینکه تلاش رژیم برای ترسوندن هموطنان ما از طریق تهدیدهای بی اساس و پوچ فقط عزمشون رو برای استادگی و مقاومت تقویت میکنه و اینکه هیچ تهدیدی نمیتونه اونها را از استفاده از این حقوق محروم کنه. در اطلاعیه‌ای که من دیدم خطاب به خامنه‌ای تاکید شده بود که تا پیروزی نهایی استاده ایم و این هموطنان تاکید کردند که با افتخار و اراده قوی در هر گونه تظاهرات و گرد همایی که از طرف سازمان مجاهدین و یا شورای مقامت ایران فراخوان براشون داده باشه با افتخار و شجاعت شرکت خواهند کرد. بله، با تشکر از شما و با درود به همه مجامع ایرانیان و همه بیانیه‌هایی که در همین رابطه صادر شده. خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو. از شما و از بینندگان محترم برنامه‌تون خداحافظی می‌کنم. خیلی ممنون از شما.